می آوردی یه خطشو بخونی؟ بله. نه میگم دروغ میگی. نه نمی آوردی، نمی آوردی. آره دروغ میگی، داری دو... برای اینکه هر چی آوردی که علیه رضا شاه ادب داشته باشی. آره دروغ میگی، دروغ تو هستی، تو دروغ میگی، دروغ تو هستی. برنامه کودک بودین؟ نه جدی برنامه کودکه، چون فقط مونده بود دستشون اینجوری کنم بگن آینه آینه بگو ما چی بودی گفتی دروغگو، بگو ما صدام بودم، صدام صدام. نه ببین شما تو پوپولیستی، نه شما پوپولیست، شما الان دارین پوپولیستی برای چه توجه عزیزم. نه شما باشه بابا باشه، حالا دعوا نکنید، اصلا جفتتون پوپولیستین. خوبه آروم باشین، دو دقیقه ببینیم دارین راجع به چی حرف میزنید اساتید. چرا به نفع رضا شاه نوشته بود میگم آقا به رضا شاه ننوشته، بعضی بهداشتی ننوشته. یا ابوالفضل متاسفانه آنچه من میبینم روز به روز خانواده ها فقیرتر و تهی دستر میگردن، به خصوص در این ایام به علت گرانی زندگی و احتکار دارو و بیرحمی اصحاب معامله، به طوری مردم عاجز و بیچاره شدن که عزیزان خود را با خطر مرگ مواجه میبینن. خیلی شرایط فرق میکرد. این الان وصف دوره رضا شاه بود، چون بیشتر شبیه تاریخ معاصر بود، خیلی معاصر، در حد 7-8 روز اخیر. مزالک به علت فقر و تنگ دستی جرأت مراجعه به پزشک و داروخانه ندارن. این اون دوران طلایی که شما دارین تعریف میکنید. نه راست میگه، راست میگه استاد، اون که دوران طلایی نیست، دوران طلایی فقط الان، طلایی طلایی، فقط یکم رنگش کدر شده به قهوه‌ای میزنه که اونم با آبکاری حل میشه. همون آبکاری هایی که آقای ستار توی لایوش میکنه و مسئولین توی کاراشون و بعضی بازیگرام توی تبلیغاشون.